سلام و وقتتان بخیر بینندگان عزیز، به یک بسته تازه خبری از چینل جری میدیا خوش آمدید. شماری از منابع مدعی هستند که عبدالحمید خراسانی بار دیگر بازداشت شده است، منابع رسمی امارت اسلامی و نزدیکان وی اما این گفته ها را تایید نکردند. همچنین شماری از منابع مدعی هستند که صبح روز چهارشنبه نیروهای امارت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران در مرز با هم درگیر شدند. همزمان با این نیروهای امنیتی در کابل از تأمین امنیت 100% در پایتخت و ولایت ها خبر داده و ویدیوی گشت و گذار مولوی امیرخان متقی با موتورسایکل را منتشر کردند. از سوی هم سمیع سادات از دونالد ترامپ اعلان حمایت کرده و حزب الله لبنان نیز از شلیک چندین پهپاد به سوی اسرائیل خبر داده است. با ما باشید و از جزئیات این اخبار و چندین گزارش تازه و مهم دیگر آگاه شوید. شماری از منابع در شبکه‌های اجتماعی ادعا کردند که عبدالحمید خراسانی رئیس قطعه بدری امارت اسلامی بازداشت شده است. خبرگزاری کاویان این خبر را منتشر کرده و افزوده است که آقای خراسانی چند روز پیش قصد سفر به ازبکستان را داشت اما در پاسگاه مرز پل حیرتان بازداشت شده و به کابل منتقل شده است. این خبرگزاری به نقل از یک منبع دیگر گفته است که آقای خراسانی از افغانستان خارج شده و به ازبکستان رسیده بود اما از آنجایی که قصد رفتن به افغانستان را نداشت، توسط نیروهای امنیتی ازبکستان به نیروهای امارت تسلیم داده شده است. باید به صراحت گفت که این موضوع چیز نیست که آقای خراسانی و یا نزدیکان وی آن را مطرح کرده باشند، بلکه سوی شماری از منابع و کاربران شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است. تا کنون سخنگویان و مقامات رسمی امارت اسلامی نیز این موضوع را رد و یا تایید نکرده و در این مورد چیز نگفتند. همزمان با این کاربران طالبان در شبکه‌های اجتماعی ویدیویی از مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه امارت اسلامی را منتشر کرده که او را در حال رفتن با استفاده از یک موتورسایکل نشان می‌دهد. آنان افزودند که این موضوع از یک سو نشان دهنده وجود امنیت در کابل بوده و سوی هم نشان می‌دهد که رهبران امارت اسلامی انسان‌های متواضع و خاکی‌اند. اخیراً مولوی سراج الدین حقانی نیز گفته است که مقام‌ها یک امر عارضی و موقتی است و باید همه مقامات اداری و مردم افغانستان خدمت کنند. منصب و مسئولیت ورزی حال در استقبال کیږي او دیتو دپاره چې کوم او عزت دنیوی عزت هغه په پیدا کیږي. این ویدیو در حال منتشر میگردد که اخیراً جبهه های مخالف امارت و شمول جبهه های آزادی و مقاومت ادعای حملات گسترده بر کابل و ولایت های دیگر را میکنند، موضوعی که از سوی طالبان بارها تکذیب شده است. که به نام مقاومت ما چیزی را در روی زمین نمیبینیم، حتی یک قریه هم وجود نداره که به دست امارت اسلامی افغانستان نباشه. همچنین وزارت داخله روز چهارشنبه از وضع محدودیت‌های جدید در زمینه حمل و نگهداری سلاح خبر داده است. این وزارت افزوده است که جواز حمل سلاح تنها از سوی یک مرجع که ریاست عمومی کشف و مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخله می باشد صادر می شود. در بیانیه وزارت داخله تاکید شده که مجوزهای صادر شده توسط سایر نهادها فاقد اعتبار اند. از سوی هم جبهه متحد افغانستان بر رهبری جنرال سمیع سادات در آمریکا از دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه انتخابات ایالات متحده اعلان حمایت کرده است. آقای سادات افزوده است که جو بایدن فاجعه افغانستان را به وجود آورده و ترامپ می تواند صلح و ثبات را برگرداند. آقای سادات این گفته ها را روز سه‌شنبه 29 اکتبر مطرح کرده و علاوه کرده است که اگر جو بایدن نیروهای آمریکایی را در افغانستان صفر نمی کرد، دولت قبلی افغانستان سقوط نمی کرد. همچنین شماری از منابع مدعی شدند که روز چهارشنبه میان نیروهای مرزی امارت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران درگیری شده است. این منابع افزودند که این درگیری در ابتدا در منطقه ساسولی شروع شده و طرفین از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کرده اند.
مقامات امارت اسلامی تا کنون در این مورد چیز نگفته و آن را رد و یا تایید نکردند. مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز در این باره چیز نگفتند. در همین حال وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران در تازه ترین مورد گفته است که هیچ خللی در روند تولید موشک ایجاد نشده است و افزوده است که این موضوع به این معنی نیست که ما حمله تازه اش را نادیده میگیریم. وزیر دفاع ایران علاوه کرده است که اگر اسرائیل با یک بیابان ما هم یک سنگ بزند، ما واکنش های تند نشان خواهیم داد و جسارتشان را به پاسخ نخواهیم گذاشت. رژیم صهیونیستی حتی اگر یک تیر به بیابان ما بزنه، این برای ما قابل گذشت نیست و به جاش حتما پاسخ میدیم. همچنین استاندار فارس ایران گفته است که فرزندان مهاجران افغان دارای مدرک باید از حقوق آموزش برخوردار باشند. خبرگزاری اسنا روز سه‌شنبه گزارش داده است که استاندار فارس خواستار برنامه‌ریزی برای آموزش فرزندان مهاجران افغان مجاز در ایران شده است. مقامات ایرانی میگویند که به افغان‌هایی که قانونی در این کشور زندگی می‌کنند خدمات ارائه می‌کنند، اما افراد فاقد مدرک قانونی را اخراج می‌کنند. از سوی هم از روسیه نیز خبر می رسد که این کشور پس از دستور تازه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور موشک های هسته‌ای خود را تمرین و آزمایش کرده است. آقای پوتین گفته است که روسیه در صورت لزوم از سلاح‌های هسته‌ای استفاده کرده و از روسیه دفاع خواهند کرد. مانی رشوت получен приказ. Есть приказ. Дублирую приказ на пусковые установки. و خبر اخیر این که منابع اسرائیلی اعلام کرده و گفتند که صبح روز چهارشنبه 6 بهباد از سوی حزب الله لبنان به سوی اسرائیل پرتاب شده است. آنان افزودند که 5 تا این بهبادها رهگیری شدند. گفتنی است که صبح روز چهارشنبه 10 موشک نیست از سوی حزب الله و سوی اسرائیل شلیک شده است. حزب الله گفته است که آنان این حملات را در واکنش به افزایش نیروهای اسرائیل در لبنان انجام داده و در صورت ادامه نبرد آنان ضربات کوبنده ای را بر اسرائیل وارد خواهند کرد. دوستان عزیز، به پایان برنامه کنونی رسیدیم. تا سلام دیگر، الله نگهدار.